تعلیق بسته شدن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی و انتقال پرونده به دادستانی کل کنفدراسیون سوئیس در چارچوب نسل کشی و جنایت علیه بشریت. دادستانی استان وو در سوئیس طی نامه‌ای به جانشین دادستان کل کنفدراسیون در برن پایتخت این کشور اعلام کرد تصمیم قبلی این دادستانی مبنی بر بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی از دستور کار خارج می شود. مهمتر این که پرونده به دادستانی کنفدراسیون سوئیس در پایتخت این کشور منتقل می شود تا در چارچوب نسل کشی و جنایت علیه بشریت بازبینی شود. در این نامه تصریح شده است به نظر می رسد که موضوع ترور دکتر کاظم رجوی بایستی اساساً به عنوان افشا و محکومیت نسل کشی و جنایت علیه بشریت تلقی گردد و فقط به صورت جانبی در کادر پروسدور انجام گرفته بر اساس ماده 318 آیین دادرسی در مورد قتل بررسی شود. جرائم نسل کشی و جنایت علیه بشریت انحصاراً در حوزه صلاحیت قضایی کنفدرال قرار دارند و تحقیقات یا محاکمه آنها در مراجع دیگر کاملاً رد شده است. در چنین شرایطی دادستانی استان وو نمیتواند بررسی وقایع را از زوایای مذکور انجام دهد، چرا که در این صورت در حوزه صلاحیت دادستان کل کنفدراسیون وارد شده است. از این رو دادستانی استان وو تا زمانی که تصمیم رسمی دادستانی کنفدرال اتخاذ شود هر گونه اقدامی در مورد این پروسدور را به حالت تعلیق در می آورد. در این نامه رسمی خاطر نشان شده است که دادستانی استان تا کنون هیچگاه وقایع را از زاویه قوانین نسل کشی و جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار نداده بود، اما به دنبال توافق با دادستان کل شکوائیه در حیطه صلاحیت کنفدراسیون قرار می گیرد. یادآوری می‌کنیم در 8 ژوئن 2020 شورای ملی مقاومت ایران مطلع گردید دادستانی وو در سوئیس در نظر دارد پرونده ترور دکتر کاظم رجوی را به دلیل گذشت 30 سال ببندد. این تصمیم با شدیدترین اعتراض مقاومت ایران و خانم مریم رجوی و موج گسترده‌ای از مخالفت پارلمانترها، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در سراسر جهان مواجه شد. متعاقباً در روز 31 مرداد وزارت خارجه آمریکا مدیر شکنجهگاه اوین و 13 تن قاتلان دکتر کاظم رجوی را که همگی با پاسپورت دیپلماتیک رژیم آخوندها به این جنایت مبادرت کرده بودند لیست گذاری کرد. بیانیه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، لیست گذاری برای نقض حقوق بشر. 21 اوت 2020، 31 مرداد 99. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در همان روز اعلام کرد این 13 قاتل در پوش دیپلمات‌های رژیم ایران بر اساس دستورات بالاترین مقامات دولتشان برای ساکت کردن اپوزیسیون و نشان دادن این عمل می‌کردند که
هیچ کس صرف نظر از اینکه در کجا زندگی کند از گزند رژیم ایران در امان نیست. ایالات متحده تأمل نمی کند که رژیم ایران مخالفان خود را از طریق خشونت و ترور خاموش کند. خانم مریم رجوی لیست‌گذاری مدیر زندان اوین و قاتلان دکتر کاظم رجوی را یک گام بین المللی ضروری در مبارزه علیه تروریسم خواند که باید با حکم جلب و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت تکمیل شود. خانم رجوی افسود لیست گذاری و محاکمه و مجازات قاتلان دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق بشر و آمران این جنایت آشکار علیه بشریت همچنان که بسیاری جنایت‌های تروریستی دیگر در کشورهای اروپایی سال‌هاست به تأخیر افتاده است، چیزی که باعث جری‌تر شدن این رژیم در خونریزی و تروریسم در اروپا و دیگر نقاط جهان است.